سلام دوستان وقتتون به خیر باشه مسئله پهوات های ایران از جمله مسئله است که بسیاری را این روزها متوجه خودش کرده ذهن خیلی ها رو درگیر کرده و باعث شده است که در نقاط مختلف پیرامون کلمه به نام ایران صحبت بکنم بعضی ها آمدن گفتگوهایی با کشور ایران داشتن پیرامون مسئله پهوات ها تلاش کردن همکاری های انجام بدن از برخی نقاط دنیا اخباری رسیده که دارن تلاش مشابه شاهد رو بسازن مشابه شاهد رو بسازن و روی میز داشته باشن و واکنش های مختلفی از این دست درباره این قضیه بوده خب اوکراینی ها اعلام کرده بودن گفته بودن یک صدایی در آسمان شنیده میشه زمستون که برسه دیگه این صدا نمیاد چون هوا اینجا خیلی سرد میشه زمانی که دمای هوا رفت زیر صفر درجه دیگه این پهپادا اونجا نمیتونه عملیات کنن مدل یه جوریه که سرما اجازه کار بهشون نمیده خب فهم کنم یک روز بعد از اینکه زلنسکی یا وزیر دفاع اوکراین همچین ادعایی رو مطرح کرد یک روز بعدش بود که دوباره همون صدای بلند شد آقا این چجوریه این پهواره چرا همچنان صداش میاد هر کاری میکنی صدای این قطع نمیشه و دوستان من یک نکته رو قبل از اینکه گزارش رو در همین خصوص با هم ببینیم و نکاتی رو با شما به اشتراک بگذارم میخوام خدمت شما عرض کنم شما به آن نکته ای که خدمتتون رو عرض میکنم فکر کنید. چرا انقدر بابت پهبادهای های ایران دچار حیرت یعنی چیزی فراتر از شاهد در حوزه پهبادی در دنیا وجود نداره؟ چیزی بهتر وجود همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم تا همین الان پنج هزار تا پهباد از سوی آمریکا به اوکراین فرستاده شده خب این تو جنگ عملیات کرده دیگه شاهد چه چیزی داشته که ایفای نقشش از نگاه آنها و وزنش از نگاه آنها از این پنج هزار تا بیشتره Почти всю ночь на Святого Николая по Украине длилась воздушная тревога. Покой нарушила армия России, которая в очередной раз нанесла массированный удар иранскими дронами Камикадзе. Пять дронов смогли прорвать противовоздушную دوستان اجازه ابتدای گذاشت و هم دیگه جلو بریم میگه که ارتش روسیه آرامش را برهم زد و بار دیگر با استفاده از پهبات های انتحاری ایرانی حملات گسترده ای را صورت داد پنج فروند از پهبات ها توانستن به سیستم دفاع موشکی رخنه کنن از مجموع سی و که از شرق دریا پرتاب شده بودن میگه که سی و پنج پرتاب شدن پنجتاش نونستن نفوز بود یعنی 30 تاش خورده دیگه درسته همون موقعی که اینها اعلام کردن که سامانه های پدافندی در اوکراین موفق شدن سی پهبات ها منت... منحدم بکنن روس ها در خبری اعلام کردن که ما 18 تا و پهبات بیشتر استفاده نکردیم چجوری سی تاشو زدی وقتی من سی... وقتی من کلا 18 تا فرستم تو چجوری سی تا زدی خب این یه جای اصلا داره میلنگه دیگه این نکته اول نکته دوم تعداد فیلم آتش هایی که بلند شده از خودروهای زرهی ناتو و جنگ افزارهای ناتو خیلی بیشتر از پنج تا بوده ها پس بازم یه جای کار اینجا داره میلنگه ادامه یه صحبت این فردو ببینیم گفته که تعداد زیادی پهپاد بوده پهپادهای شاهدی که روسا استفاده کردن به تعدادی از اهداف تاسیساتی در کیف و استانهای Варет хам учитывая обстрелы в морозную погоду, Хамикадзе прошли модернизацию, утверждает военный эксперт Александр Коваренко. Uh, действительно, иранские дроны, они обладают достаточно уязвимой топливной системой, Это можно было увидеть по сбитым первым моделям. И эта топливная система, она уязвима в первую очередь к низким температурам. И их модернизировали уже в России. 250 дронов, именно столько, по بخشی از گزارش رو ببینیم. میگه که بنابراین با در نظر گرفتن اجرای حملات در هوای یخبندان پهباد انتحاری ارتقا یافته است. کارشانس نظامی این موضوع را تایید کردند. در واقع پهپادهای ایران دارای نوعی آسیپذیر در سیستم سوخترسانی رسانی هستند و این چیزی است که در اولین های هدف قرار گرفته قابل مشاهده بوده است آسیب در این سیستم سوخرسانی در وحله اول در شرایط دمایی پایین بروز می کند بنابراین این پهپادها در روسیه ارتقا پیدا کردهاند. بنابراین دولت ادای دولت اوکراین روسیه بنابر ادای دولت اوکراین روسیه به تعداد 250 پهپاد دیگر در محموله ای تازه از ایران دستیابی پیدا کرده است یه یعنی نکته داخل پنتز دیگه یعنی اینا زمانی که پهپادهای ما رو سعی کردن قطعاتش رو وصل پینه بکنن قطعات پهپادهایی که منهدم شده بودن رو دارم عرض کنم هدف این بود که ببینن آقا باگ قضیه کجاه اولا رفتی به ایران داره یا نه دوم باگ قضیه کجاه رفتی به ایران که قطعات نداشت قطعات همه از اروپا اومده مون یک عقلی بوده است که ظاهرا اون عقله در کشور غربی نبود اون عقله همون قطعات از کشور غربی آورده. سر هم کرده اینو ساخته این نکته دوم اینا زمانی که اینو بررسی می‌کنم میگن آقا باگ‌های داستان اینا هست. ما اینا رو بتونیم بزنیم کار تمومه یا این نقطه ضعف این پهباد اینا هست. اونجا کارشناسی توی جلساتی که اینها برگزار می‌کنن ظاهرا یه کارشناسی برمیگرده توی جمع اعلام می‌کنه که آقا این پهباد زمستون بشه دیگه نمیتونه کار بکنه حالا دو تا می‌خوان بخرن هزار تا می‌خوان بخرن چون باکش اینجوریه اونجوریه فلان این زمستون بشه دیگه کار نمی‌کنه صداش دیگه نمیاد خیالتون راحت بر همین اساس بوده که تقریبا همه کسانی که پیرامون پهباد شاهره سر نظر کردن تاکید کردن بر اینکه این, که این پهباد دیگه به زودی صداش قطع میشه و برایشون حیرت آوره که چرا این صدا همچنان داره شنیده میشه حالا اینجا این فرد داره اشاره میکنه به اینکه این, این احتمالا ارتقا پیدا کرده است بریم ادامه رو ببینیم Поэтому отсуждения такие прорывы для российских оккупантов выгоднее финансово, эффективность приблизительно такая же самая, как от ударов ракетным вооружением. Для сравнения цена одного иранского дрона от 30 тысяч долларов до 50 тысяч долларов, тогда как крылатая ракета калибр стоит 5-6 миллионов долларов. از از نظر و مالی باید بگوییم که این پهبادها بسیار ارزانتر از های بالدار های کروز معمولی هستند به همین علت نوعی پیشرفت را برای اشغالگران روز تحقق بخشیده اینها صرفه اقتصادی بالاتری دارند از, 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 نظر اثر بخشی هم تقریبا مشابه حملات با تسلیحات موشکی عمل میکنن بعد اومده یک مقایسه انجام داده پهباد و موشک رو در کنار هم گذاشته گفته که اگه بخوایم براتون مقایسه بکنیم قیمت یک عدد پهپاد ایرانی سی تا پنجاه هزار دلاره در حالی که یک موشک بالدار ارزشی در حدود 5 تا 6 میلیون دلار دارد سی تا پنج... سی تا هزار دلار یه طرف 6 میلیون دلار سه تا 6 میلیون دلار عدد دیگری که در ها گفتم شما این چیزی داخل پنتوس باید خدمت شما عرض بکنم و اون که این هست که ما اینجا داریم از تسلیحاتی صحبت کنیم که با هزینه بسیار ارزانتر و, هز... و هزینه بسیار پایینتر یک شاهکار رو رقم زده که قبلا موشک ها در میدان نبرد رقم می ایران مشابه این رو در حوزه سازمان رزم خودش بسیار زیاد داره نمیگم از این پهباد زیاد داره ها نمیگم از این مدل پهباد زیاد داره عرض بنده این هست که مدل این ایده ها رو ما بسیار زیاد داریم آقا هزینه چقدر اینو ساختی من با اینقدر ساختم خب یه چیز دیگه بساز از یه مدل دیگه از یه روش دیگه بهش برس که او بتونه اینو به چالش بکشه ضمن اینکه این رو به چالش میکشه به اصطلاح خود اون هزینه پایینتری داشته باشه این کاری که ما در طول این سالها انجام دادیم شما مظلومیت ایران رو و نیروهای مسلح ایران رو ببینید بیشترین فشاری که این سالها در حوزه رسانه استودیوهای فارسی زبان در لندن به کشور ما آوردن این بودی که اینا هر چی هزینه دارن دارن میدن موشک میسازن دارن میدن بم میسازن دارن میدن پهباد میسازن چرا خرج مردم نمیکنن شما وقتی بررسی میکنی میبینی که در میدان اولا به لحاظ هزینه که انجام شده بسیار کم هزینه تر از مدل های مشابهی است که در دنیا ساختن دوم بسیار موثرتره یعنی هر کجای دیگری از دنیا این فشار رسانه‌ای روی مردمش نبود الان باید افتخار میکرد به آن چیزی که در دست دارد به عنوان سلاحی که خیلی ها در دنیا دوست دارن داشته باشن ایرانی ها بعضیشون این حصه نمیتونن داشته باشن به خاطر اینکه فضای رسطانی به سمتی رفته که آنها متوجه این شاهکار بی نظیر نمیشون بریم ادامش رو با همدیگه ببینیم سنا ادنبو ایرانسکو درون اد ایران 30 تیزیش دولارو دا 50 تیزیش دولارو تقدر که کرلاته رکیتا کالیبر 5-6 ملیون دولارو Тем не менее, Россия крайне нуждается в иранских баллистических ракетах. Это оружие опасно тем, что в отличие от дронов может преодолевать большие расстояния. По случаю следует понимать, что любая баллистическая ракета это довольно-таки проблематичная цель для перехвата противовоздушной обороны, вне зависимости от того, какая страна является производителем этого ракетного вооружения. А проблематика всегда достаточно высокая, чем, например, если мы сравниваем с крылатой ракетой. خیلی خب بخش از این گزارش رو با هم دیدیم از اومد برای شما میخوام میگه علاوه بر این روسیه علاوه بر به شدت نیازمند موشکای بالستیک ایران است این تسلیحات از آن جهت خطرناک هستند که برخلاف پهپادها می توانند مسافت های طولانی را طی بکنند در شرایط حاضر باید این نکته را مد نظر قرار داد که موشکای بالستیک اهداف بسیار مشکل سازی در راهگیری توسط دفاع ضد هوایی هستند این مسئله ارتباطی به کشور سازنده این تسلیحات موشکی ندارد مشکلاتی که این موشک ها در مقایسه و موشک های بالدار ایجاد میکنن بسیار جدی است من این چیزی داخل پنتز باید خدمت شما عرض بکنم آقا ما الان واقعا متوجه شدیم پهباده که ایرانی موشکایی هم که قرار استفاده بشه که ایرانیه و همه چیز ایرانیه پس این جنگ ایران با ناتو دیگه روسیه کجای داستانه اینجوری که شما داری تعریف ایران یه طرف وایساده و ناتو هر چی تسلیحات میفرسته هر چی امکانات میده به زلنسکی هر چی کمک میکنه اون طرف داستان اتفاق خاصی نمیفته این داره یه طرف میدان رو فتح میکنه بخشی از اون چیزی که رخ میده سیاه نمایی علیه ایرانه تخریب ایرانه در افکار امید دارن تلاش میکنن که از ایران اعتبار زدایی بکنن بخشش برای این هست که میدونن از ایران قبلا اعتبار زدایی شده میخوان به کشورهای غربی و مخاطب غربی که دید مثبتی نسبت به ایران نداره اینطور القا بکنن که یه طرف داستان ایرانه اگر میبینی که ما هزینه میکنیم ما امکانات میدیم اگر میبینی که تو در سرما هستی اگر میبینی که هزار یک بدبختی داریم به خاطر اینکه باید با این ایرانم بجنگیم دیگه اینم اینجا وسط میدان نبرد داره ایفای نقش میکنه که در غرب هم خیلی از مخاطبین غربی الان دیگه اینو نمیپذیرن طرف یا اصلا جنگ اوکراینو ولش کن من کاری ندارم ایرانه چه کسیه روسیه است کجای داستانه من کاری ندارم اینهای این ور میدان هستن که تو قبلا ازشون اعتراض کردی در زن من ولش کن این داستانو بزن ما بریم به بدبختیمون برسیم سرمایه یه فکری براش بکنیم پس دو تا موضوع رو تلاش میکنن از این ماجره ها و رب دادن این مسئله به ایران پیگیری بکنن اما یک بخش سومی هم هست و اون بخش سوم رو من قبلا بارها خدمت شما عرضم و اون بخش سوم اینه که ما سالهای قبل قرار قراردادهایی رو بستیم با روسیه در حوزه تسلیحاتی داشته هایی رو قرار بوده در اختیارشون قرار بدیم و چیزهایی بگیریم موعد قرارداد اکنون بوده است هر کسی در هر نقطه ای از دنیا در هر گوشه ای این نکته به گوشش میرسه به این فکر بکنه شما قراردادی بستی قرار شده در فلان تاریخ متحد بشی به اجراش و اون تاریخ رسیده آیا اینکه در اون تاریخ جنگی اتفاق افتاده به شما مربوط میشه شما درش متهم هستین شما باید پاسخگو باشین اینها دیگه چیزهایی هست که تحت هیچ عنوان بر اساس هر منطقی بخوایم نگاه بکنیم به ایران مربوط نمیشه بریم ادامه گزارش رو ببینیم Если иранские власти все же передадут Путину свои баллистические ракеты, Израиль, как основной противник Ирана, может предоставить оружейную помощь Украине. Везде, где появляются уши э, Ирана,

همکاری تسلیحاتی داشته باشد هر جایی که ایران حضور پیدا کنه در آنجا برخی منافع مشترک اسرائیل نیز ظاهر می شود بنابراین اگر موشک های بالستیک از راه برسند به شخصه باور دارم اسرائیل به صورت مخفیانه یا آشکار کمک های قابل توجه اوکراین خواهد کرد این رو یکی از کارشناسان اوکراینی داره میگه حالا باید بریم جلوتر ببینیم که حقایق میدان چه چیزی رو پیش روی ما قرار میده اما اگر بخوایم این استدلال این فرد رو در نظر بگیریم یک سوال باید بپرسیم خب الان مگه نمیگه ایرانیه و نمیگه پهبات ایران رو به بش... اصطلاح خودمون اوکراین رو به چالش کشیده و این چند وقت هم مگه دست و پا که سهیونسه یه چیزی به شما بدن برای مقابله با این پهبات ها خب چرا ندادن الان شما میگی هر جای ایران باشه اسرائیل میاد باش مقابله کنه خب الان نداده که برای پهبات چیزی به شما ندی که نه باید ماجره رو طور دیگری دید من احساس میکنم که باید ماجره رو طور دیگری دید طول اینترش نمی کنم این چیزهایی هست که اروری پهبات های ایران بخش بسیار کوچکی یه کرمینو یا جوجه پهبات هست که بخش بسیار کوچکی از سازمان رزم ایران در حوزه بیسترشین ها رو تشکیل میده و الان این بحث هست که پیرامونش داره مطرح میشه من دوست دارم این گذاشت رو با یک جمله تمام بکنم آرزوی صلح پایدار برای همه ملت ها داریم فجیع ترین جنایت ها رو دارن در اوکراین رقم میزنن بخشش رو غرب داره میبینه چشماش رو بسته بخشش رو اروپایی ها دیدن شکه شدن در دو طرف جنگ هم چیز شکلی شنیده میشه اما دارن تلاش میکنن که ایران رو به عنوان یک نماد جنگ معرفی کنن ایران رو به عنوان جنگ طلب معرفی کنن ایران رو به عنوان آغازگر جنگ معرفی کنن ما بیش از 200 سال با هیچ کشوری وارد جنگ نشدیم آغاز جایی رو اشغال نکردیم سراغ کسی نرفتیم با کسی تقابل نداشتیم تو خونمون نشستیم و دعا کردیم همیشه دعا کردیم گفتیم خدایا جنگ و کمک و هر کجای دنیا هستم هم اوکراین هم یمن هم اوکراین هم فلسطین هم اوکراین هم منطقه همونطور که امروز شما ناراحت هستی اندوکی هستی از جنگی که اروپا رو درگیر کردیم ما سالیان سال ناراحت و همین ناراحتی رو داریم از جنگی که کشور همسایه رو درگیر کرده و از خدا میخواهیم که این نبرد هر چه سریعتر خاتمه پیدا بکنه من امیدوارم که بهترین ها پیش روی یمنی ها هم باشد یمنی ها ملتی هستن که شما اوکراین رو نگاه بکنید اوکراین به محض اینکه جنگ شد تیم به خودمون روسیه رو از جام جهانی حذف کردن از مسابقات ورزشی هست کردن از فدراسیون ها هست کردن الان اخباری شنیده میشه تحت این عنوان که اصلا میخوان یه کاری بکنن که بخشی از مسابقات ورزشی روسیه بیا تو آسیا برگزار بشه میگفتن ورزش سیاسی نیست رفتن روی همه سکوها شروع کردن تبلیغاتی علیه روسیه این باید برای عربستان انجام بشه هشت سال عربستانی حمله کرده به یمن چرا اتفاق نیفتاد چرا کسی علیه عربستان کار نکرد چرا هیچ شرکتی بابت حمله ای که عربستان به یمن داشت از, عرب... از کشور عربستان امکانات خودش رو خارج نکرد باید به اینها فکر بکنیم زمانه زمانه کسی است که رسانه در آن انسانها ها رو مدیریت میکنه در همچین زمانه ای باید تلاش بکنیم که مستقل بیاندیشیم نکته دیگه ندارم اگر نکته بود حتما در قالب پیام برای بفرستین خیلی مخلصم خیلی ارادت دارم وقتتون بخیر